مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک با ما همراه هستند. آقای محمدی، مصادره کمک های مردمی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان با چه هدفی صورت میگیره؟ هدف اصلی پیشگیری از شکلگیری پیوندهای اجتماعی میان مردم هست و خب در ادامه شکلگیری تشکلهایی است که فعالیت‌های خیریه انجام میدن. این اولین بار نیست، در دورهای گذشته در زلزله کرمانشاه، در زلزله آذربایجان هم همین اتفاق افتاده. سپاه همه راه‌ها رو بست، نگذاشت چهره‌های مشهور اونجا برن، کمک‌های خودشون رو شخصا، خب بسیاری اصلا میخوان خودشون کمک‌هاشون رو منتقل کنن، کمک‌ها رو ببرن و جلوی مردم رو بستند. این حرکتی است که در دو دهه گذشته به نظر میاد که به سیاست‌های سپاه تبدیل شده. سپاه میخواد فقط نام خودش مطرح باشه. البته هیچ دولتی به تنهایی، حتی اگر یه دولتی واقعا خیرخواه هم باشه، هیچ دولتی به تنهایی نمیتواند در بلایای طبیعی به کمک مردم بیاد. حتما نیاز هست که تشکل‌های مردمی و آدم‌های خیرخواه بیان دخالت کنن و کمک‌ها رو به دست افراد برسونن. بعضی وقتا فاجعه آنچنان گسترده هست که حتی نهادهای دولتی هم نمیتوانند از پس ماجرا بر بیان. اما سپاه در ایران یک نهادی است که همه امور کشور رو به شکل فعال مایشا در دست گرفته و نمیگذارد هیچ حرکتی در جامعه صورت بگیره. طبعا این گونه اگر راه باز باشه و مردم بتونن به همدیگر کمک کنن، این بر سرمایه های اجتماعی میافزاد. اما حکومت از شکل گیری این گونه سرمایه های اجتماعی هراسناک است. اشاره کردید به هراس حکومت از شکلگیری حالا بنیادهای مردم نهاد. خب ما دیدیم که در سیل سیستان و بلوچستان از کمک‌های دولتی به مردم سیل زده هیچ خبری نبود. همین کمک‌های محدود هم توسط این نهادهای مردم نهاد در واقع انجام شد. چرا تلاش میشه که مردم هیچ کمکی دریافت نکنن؟ ببینید، رمز بقای حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های تمامیت‌خواه این هست که مردم غم یکدیگر رو نخورند، مردم به هم کمک نکنند، مردم خیر عمومی، مصلحت عمومی رو نبینند، افرادی باشند کاملاً فردگرا به معنای تمرکز بر منافع فردی. بر چنین مردمی حکومت کردن بسیار آسان‌تر هست. حکومت بقای خودش رو به اینکه مردم در شرایط دشوار به همدیگه کمک کنن ترجیح میده. همونطور که امروز در بسیاری از سیاست‌های دیگر بقای حکومت تصور میشه که در گسترش طلبی است، منابع کشور در گسترش طلبی صرف میشه و نمیگذارند که منابع کشور در اختیار مردم و در اختیار رفاه مردم قرار بگیره. این حکومت واقعا نسبت به خیر و مصلحت عمومی بی توجه هست، دقیقاً همانند یک حکومت اشغالگر و یک حکومت تاراج کننده در کشور داره عمل میکنه. متاسفانه هیچ نگاهی، چشم‌اندازی برای تغییر حکومت در این گونه سیاست‌ها، در این گونه رفتارها به نظر من به چشم نمیخوره. بسیار سپاسگزارم از شما مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک با ما.